با نام یاد خداوند متعال، بینندگان ارجمند سلام، خوش آمدید به خبرگستر دیگر از شبکه تلویزیونی استقلال. قرار هست در این خبرگستر پیرامون بریکس صحبت بکنیم، یک سازمان تشکیلاتی که در او کشورهای مختلف جهان از اقصا نقاط جهان کنار هم جمع شده و بر مبنای رقابت با گروه های مثل جی 7 این گروه تشکیل شده و قرار هست که کارهایی را انجام بده در راستای توسعه اقتصادی و سیاسی در درون کشورهای که قبل ازی در درون جهان زیاد ارزندام نمی کردن. خود این مسئله بیانگر این هست که جهان به سمت چند قطبی شدن میره و نظام تک قطبی جهان عملا مورد حمله این کشورها قرار گرفته و این کشورها دایه این را دارن که ما خواهان ساختن جهان چند قطبی هستیم و این روند را ادامه خواهیم داد. این نظام جهانی قطعا مشکلات زیادی داره، دغدغه های سیاسی و نظامی و امنیتی زیادی این روزها آیده حال جامعه، مردم و تمام کشورهای جهان هست. همه اینها به هم متصل بوده و بریکس در این میان قدرت خودش را بارها اثبات کرده. قرار هست پیرامون این بریکس صحبت بکنیم که چه هست، بر چه مبنای تشکیل شده و آیا توان مقابله با گروه های قوی اقتصادی مانند جی 7 را داره یا خیر. مهمان من در برنامه امروزی دکتر احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه هستند از آلمان که با ایشان هم کلام خواهیم شد. آقای خسروی سلام به شما، ممنونم که وقت گذاشتید و برنامه حاضر شدید. صحبت ما در رابطه با بریکس هست. بریکس بر چه مبنایی تشکیل شده آقای خسروی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و درود همکاران خوب شما و همه مخاطبین عزیز که یه تلویزیون استقلال. همون قسمی که شما یاد آورید، پیمان سازمان بریک در سال 2006 توسط 4 کشور روسیه، چین و هند ایجاد. البته در ابتدا نام از بریک و بعد سال 2010 وقتی افریقایی بود اضافه شد، نام خود از بریک به بریکس تغییر داد. خود اصل این واژه برای اولین مرتبه توسط جیم اون برجسته گلدمن ساکسون در سال 2001 ابدا شد، و چرا که با باور او اقتصادهای نوظهور یا اقتصادهایی که جهان آینده گویا به زعم متعلق با آنها خواهند بود که شامل کشورهای مثل برزیل و هند و چین و روسیه و امثال هم میشد، میگوید 21 میتونم شاهد تحولات شای تحولات عمده اقتصادی در جهان باشم. پس بنابراین 5 کشوره که امروز ما از اینا یادآوری میکنیم، مثل روسیه، هند، چین، برزیل و افریقای جنوبی، در حقیقت اعضای اصلی پیمان هستند و سایر کشورهایی که به ترتیب بعد از سال 2010 یعنی بعد از افریقای جنوبی عضویت ای پیمان رو به دست آوردن میتونن اعضای فرعی از او به حساب بیان، و بعد اینم که مثل افغانستان در دوره جمهوریت عضو ناظر هستن که شاید با این دفعه بتونن تبدیل به عضو خود بریکس بشن. این هست سابقه و تاریخچه بریکس. همون قسم هم که شما یادآوری کردیم، در حقیقت هدف عمده از او در حقیقت مقابله با نفوذ غرب و چیزی که شما یادآوری کردیم جی 7، جی 20 و مقابله با عدم اتکا با بانک جهانی، صندوق بین المللی یا پول و سایر نهادهای معتبر بین المللی اقتصادی دنیا بوده، یا عدم وابستگی به صورت قطع به دلار آمریکا و خود اقتصاد غربی. بله آقای خسروی، تحولات در منطقه و جهان بسیار بسیار سرعت گرفته و تسریع شده این روند، این روندی که تغییر به وجود بیاید و ای که هر روز ما شاهد مشکلات زیادی هستیم، از لحاظ نظامی جنگ ها رو ببینیم، از لحاظ اقتصادی همچنان که مرتبط با مسئله نظامی هست و جزء لاینفک این مقوله، باز هم میبینیم که تسریع شده این روند. در این میان بریکس تشکیل میشه، در کازان برنامه گرفته میشه، پوتین میاد اونجا و عرض را نشان میده که از این بعد قرار هست چنین چیزی رخ بده. در مقابل ما نشست جی 7 را داشتیم که عملا بر علیه روسیه اقداماتی را انجام داد. دایه‌دار بریکس هم روسیه هست. شخص ولادیمیر پوتین در این میدان خودش را مرد میدان داره و ای که در پی ای هست که بتونه این مشکلات را
که الان G7 برای از او می سازد، G20 برای از او می سازد، توسط بریکس حل بکنه. اما ما در درون بریکس یک سری از مشکلات را هم می بینیم. اینکه کشورهای نظیر هند و چین که عملا با هم مشکلات سرحدی دارند و جنگ های رخ میده بین اینها هست. از این طرف عربستان و ایران را می بینیم که اینها هم مناسبات زیاد خوبی ندارن. هرچند تا اواخر یک سری از نشست ها برگزار شده، اما عملا می بینیم که از فضای عربستان استفاده میشه و به ایران حمله میشه. و در کنار این مقوله ها ما قضیه خود روسیه و کشورهای آفریقای جنوبی را داریم، کشورهای آفریقای جنوبی که عملا تحت سیطره آمریکا هستند و بسیار تسلط داره، اما در اونجا جای باز کرده روسیه و رابطی را ایجاد کرده. در کنار اینها ما میبینیم که جی 7 عملا روسیه را داره فلج میکنه، دلار آمریکا هم عملا در درون بازار هست. از هم گسستن این میدان و ای که دوباره بریکس بتونه در این میدان میدانداری بکنه یک کار بسیار سخت، زمانبر و بسیار با مشکل خواهد بود. فکر میکنید این تناقض تشکیلاتی که در درون بریکس وجود داره و این مشکلاتی که در بین اعضای گروه بریکس هر روز داره بیش از گذشته بیشتر میشه، ای توان را از بریکس نمیگیره که بتونه در این رقابت سربلند باشه؟ خب بریکس اهداف بلند مدت داره و یک مقداری هم بلند پروازانه حرکت کرده و در بعضی از این اهداف خود تا یک حد موفق بوده و در کنار از او چالش ها و یا ناموفقیت های بسیار زیادی هم فراروی او هست، یکی دو تا شما یادآوری کردیم. مثلا مثال خب اختلافاتی که میان هند و چین وجود داره یا عدم توازن اقتصادی که میانی که خود این کشور وجود داره. واقعیت همی هست که خب شما کشور مثل چین رو داریم و کشور مثل افریقای جنوبی رو داریم و برزیل رو داریم یا روسیه رو داریم که اینا مشکلات عدیده اقتصادی خود رو دارن. از طرف موضوع تحریم ها هست که بس از این کشور ها در برابر تحریم های جدید غرب قرار دارن، از جمله روسیه و حتی خود چین در موارد با یک سلسله تحریم های روبرو هسته. اینکه چه کشور از این پیمان بیشتر سود میبره، خب طبیعیه که چین مستفید شونده اصلی هست و در کنار از او سایر کشورهای عضو هم میتونن نفع خود از این قضیه ببرن. و در مورد از اینکه خب اینا ارز بدیل داشته باشن یا پول بدیل در برابر دلار داشته باشن، از نظر تئوریک میباشن، ولی از نظر عملی کار بسیار دشوار هست. به خاطر اینکه از یاد ما شما نره که امروز 60% ذخایر ارزی جهان فقط با دلار آمریکا داره محافظت میشه و این کار ساده ای نیست که ما بتونیم با دلار آمریکا در همچین وضعیت او هم کشور مثل روسیه یا کشور مثل چین با وضعیت اقتصادی که درسته که چین وضعیت اقتصادی خوبی داره اما خوب روسیه نداره و در کنار دو دوست کشور دیگه هم که عضو اصلی هستن، اینها توانند در به زودی پولی رو بسازن که بدیل خود دلار آمریکا باشه و همون قسمی که یادآوری کردم پولی که 60% ذخایر ارزی جهان متعلق به او است کار بسیار دشواری است. از جانب این هم از یاد ما نره که مثلا رقابت کردن در همین مرحله با صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی هم کار آسانی نیست که اینا بتونن مقابله بکنن و او هم بگن باز مقابله بکنن با کشورهای مثل جی 7 و جی 20. هر موارد اینا موفق بودن. مثلا یکی از موفقیت هایی که بریکس در سال 2014 بانک توسعه نوین رو ایجاد کرده به نام خود NADB یا NDB رو ایجاد کرده، خب این میتونست یک موفقیت برون به حساب بیایی. البته در اون آغاز گفته بودن که این بانک باید 100 میلیارد دلار سرمایه داشته باشه که خب حداقل در مقطع فعلی 50 میلیارد از اون نقدان داده بشه که هر پنج عضو از دائمی از که هر کدام از اینا 10 میلیارد بگذارن که بشه 50 میلیارد دلار آمریکایی. اما خب اینا نتونستن این خواستر یا این هدف رو پورا بکنن، بسیار پول اندکی را زیدن در نظر بگیرن. اما خب در کنار از یک سلسله موفقیت های دیگه هم داشتن، به طور مثال یکی از اهداف از اینا ای بود که ما باید مقابله بکنیم با نفوذ غرب، مقابله بکنیم با تجارتی که از سوی غرب بیشتر جهان را اداره میکنیم و در کنار از اون ما باید به کشورهای در حال توسعه یا در حال کشورهای فقیر یا کمک به جنوب جنوب را توسعه بدیم، یعنی کشورهایی که بیشتر در سمت شرق قرار دارن و فقیر هستن و در حال توسعه هستن و تقریبا توانستن حدود 30 میلیارد دلار هم به این کشورها در قسمت های زیربنایی کمک بکنن که بازم تکرار میکنم بیشتر اعظم این کمک ها متعلق باز به خود اعضای
بریکس بوده تا کشورهای دیگر. به هر صورت جست و خیز هم قسم آیست به شکل از اشکال دارن پیش میرن و این برمیگرده با آینده که اینها چگونه میتونن در مقابل چون این چالش های بسیار بزرگی که قرار دارن در مقابل از بتونن موفق بشن و از طرف توان رقابت و برابری با همچون نهادهای بسیار قوی و قدرتمند و کشورهای قوی و قدرتمند به دست بیارن. این در صورت ممکن خواهد بود که بتوانن خود تعداد اعضای اصلی خود گسترش بدن، کشورهای بیشتر جذب بکنن در بریکس و در توانا ردی بتوانن اقتصاد خود به جایگاهی برسانن و تجارت و مبادلات تجارتی خود به جایی برسانن که بتوانن همپای بانک جهانی بشن و همپای صندوق بین المللی پول بشن و کشورهای جی 7 و کشورهای جی 20 و ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی بشن. اما به هر صورت این خود از این میتونه به نفس خود یک کمک بسیار قوی به اقتصاد کنونی دنیا باشه، از اینکه جهان به سمت همو یک قطبی شدن باشه به سمت دو قطبی شدن، به چند قطبی شدن بره به مراتب بهتر هست. اما اینکه خب با آینده بسیار زود این کشورها یا بریکس میتونه توان سیاسی اقتصادی به دست بیاره که بتونه مقاومت قدرت های بسیار بزرگی که در فراروی او قرار داره این چیزی است که آینده به او پاسخ خواهد داد. ولی به هر صورت این نیاز به این داره که این کشور اولا اختلاف میان خود از بین ببرن و یک نزدیکتر بشن و اختلافات ژئوپلیتیکی دارن، اختلافات منطقی دارن، اختلافات مرزی دارن و سر منافع دارن، بیشتر با هم دیگر رقابت دارن، اینا رو همه کنار بگذارن و دیگه هم به قسمی که یادآوری کردم کشورهای بیشتر و کشورهای قوی، کشورهای ثروتمند به سمت خود به عضویت برای از عضویت بدن که در این صورت بتونن گذاری بیشتری بکنن و در قسمت زیربناها کارهای بیشتری انجام بدن. چین به خاطر اینکه سود بیشتر و کوشش کرده که این کار را انجام بده، اما خب هم شرکایی از او در این پیمان کمتری توانه دارن، خصوصا روسیه که در وضعیت خوب اقتصادی قرار نداره، در اوکراین هست و برزیل هم مشکلات خاص خود داره، افریقای جنوبی هم در او حد و مایه نیست که بیایه به قرار از اینا به او قوت بسته که و بتونه توان برابری مثلا با کشوری مثل چین داشته باشه. و در تنها کشوری که تقریبا وضعیت بهتری داره بعد از چین هندوستان است و هندوستان هم از جمله کشورهایی است که همزمان با ای که در بلوک چین و روسیه هست نمیخواد روابط خود با غرب هم خراب بسازد. یاد ما نره که رابطه بسیار نزدیک و تنگاتنگ به ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی داره و از این مسیر منفعت بسیار زیادی برای خود به دست میاره و نه هرگز روابط خود با کشورهای اروپایی با ایالات متحده آمریکا خدشه‌دار بساته. چون این اواخر ما دیدیم که خیلی از کمپانی های معتبر بعد از اینکه روابطشون با چین خراب شد و بعد از اینکه روابطشون با فدراتیو روسیه خراب شد، کمپانی های خود منتقل کردن به هندوستان و امروز همون کار هندوستان میکنه که قبلا کشورهای اروپایی یا کمپانی های بسیار قوی در روسیه و چین میکردن. پس بنان در همچو وضعیت چینی هندوستانی ها هم نمیخواین که بازار منفعت که در این آشفته بازار رقابت میان چین و روسیه و ایالات متحده آمریکا میبینن از دست بدن. پس به هر صورت این مشکلات سر جای خود باقی هست. بابا باور نیست که او موفقیت که میخواین یا او بلند پروازی هایی که بریکس داره به این زودی حق نخواهد شد و این یک برنامه بلند مدت نیاز داره، سرمایه گذاری بسیار نیاز داره به این که تعداد اعضای کشورها به مراتب بیشتر بشه و گسترده تر بشه و در توان عزیز داشته باشه که بتونه مقابله بکنه با رقیب بسیار قوی و بالقوه خود که همکنون با او روبرو هست. بله این رقیب بالفعل و بالقوه و تعدادش نسبت به این کشورها کمتر هست. نسبت ما گروه جی 7 و جی 20 را اگر ببینیم تعدادش نسبت به بریکس کمتر هست، اما باز سرمایه بسیار زیادی دارن و اقتصاد بسیار قوی دارن که در هر جایی کار کردن. اما این تشکیلات بریکس رو تنها اگر از دید اقتصادی نبینیم، این خودش نشان دهنده یک دید سیاسی بسیار قوی هست، یک دید سیاسی اقتصاد محور که قطعا سیاست های اقتصادی که اینها مد نظر دارن عملا بر علیه کشورهایی هست که سردمداران دنیا هستند. ما مثلا نقطه نوک پیکان اینها را به سمت آمریکا میبینیم، آمریکایی که الان دایدار حکومت بر تمام جهان هست. اما از جانبی هم آمریکا هم در طی اواخر شکست های را خورده. وضعیت اقتصادی در درون جهان در بسیاری از کشورها، یعنی ما میتونیم بگم حدود 70 تا 80 درصد کشورها به قول کارشناسان مشکلات اقتصادی دارن هم اکنون و
تنها یک تعداد محدودی هستند که سرمایه در اختیارشان هست و کار دارن انجام میدن. ما از اتحادیه اروپا بگیریم تا خود آمریکا، مشکلات اقتصادی بسیار زیادی هست. یکی از شعارهای ترامپ در انتخابات 2024 همین بهبود وضعیت اقتصادی مردم هست. از جانبی هم راستهای افراطی که در اروپا در حال قدرت گرفتن هستند و در بعضی از کشورها عرض اندام کردن، بیشتر هدفشان همین بوده که اقتصاد را بتونن بیشتر پایاتر و پویاتر بکنن در درون کشور خودشان. اما در مقابل ما مثلا کشورهایی را داریم که از دید شما وضعیت اقتصادیشان زیاد خوب نیست، وضعیت سیاسی چندان خوبی هم ندارن و عملا در جنگ ها دخیلن. ما عملا میبینیم که روسیه با اوکراین درگیر هست، جنگ ایران و اسرائیل قطعا تاثیرگذار هست در بین این رقابت اقتصادی. از جانبی هم عربستان را میبینیم که گاهن به سمت روسیه و گاهن به سمت آمریکا هست، روابط بسیار تنگاتنگی با آمریکا داره از دیدگاه اقتصادی. از جانب دیگر چین را میبینیم که بازار آمریکا را در پی ازی بود که به دست بیاره، اما یک سری مشکلات را ترامپ برایشان پیش آورد. هرچند هنوز همی ادامه داره این روند و در پی هست که اروپا و آمریکا را به دست خودش بگیره و این نیازمند ارتباطات قوی تری نسبت به دیگر کشورها با آمریکا هست. از جانب دیگر چین عملا مستقیم قرار هست به تایوان حمله بکنه. این اواخر تحرکات بسیار زیاد شده. یعنی تمام همین کشورهایی که عضو سازمان بریکس هستن عملا با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. بعضی از کارشناسان میگن که این نشان دهنده این زد و بندها، این درگیری ها، این خون ریزی ها، این مشکلات، این همه درد و رنج همه بر اساس این هست که همین طرح به دنیا آمدن نظم نوین جهانی به سمت چند قطبی شدن هست و این درد را باید جهان بپذیره به خودش. آیا شما فکر میکنید که این کشورها با این مشکلات عدیده ای که دارن از لحاظ نظامی، اقتصادی، سیاسی و هر نوع دیدگاهی که ببینید، حتی در درون خود کشورها آشوب ها به پا میشه و بسیاری از مردم این کشور بر علیه حکومت های خودشان شعارهایی سر میدن و تظاهرات های بسیار زیادی دارن. ما حتی در خود روسیه هم داریم که افراد مثل ناوالنی برمیخیزن در درون کشور عرض اندام میکنن، هرچند سرکوب میشن، اما نشان دهنده ای هست که هنوز در زیر این زغال ها و این خاکسترها زغال های گداخته ای هست که بر علیه این حکومت ها بخواد عرض اندام بکنه. فکر میکنید با چنین حالتی شکست دادن نظام تک قطبی جهان طی سال های آینده قابل دسترس خواهد بود؟ ببینین، همون قسمی که شما هم یادآوری کردین، بریکس تنها یک سازمان اقتصادی نیست، در کنار از یک سازمان سیاسی هم هست. یکی از اهداف از او مثلا مقابله با تحریم ها هست و تحریم هایی که از سوی کشورهای غربی برای کشورها اعمال میشه. در کنار از او مقابله با نظام اقتصادی و تجاری بلوک غرب هست. بله. خیلی زود هست که ما بیاییم امریکا در برابر بریکس یا در مجموع بلوک غرب در برابر بریکس شکست خورده احساس بکنیم. برای اینکه پیشتر یادآوری کردم، وقتی خود بانک نوین اقتصادی که مربوط به بریکس هست نمیتونه 50 میلیارد دلار، یعنی نیم سرمایه گذاری اصلی که جزء اهداف اونا بوده، تهیه بکنه، خب بسیار سخت است که بتونه در مقابل کشوری که مثل ایالات متحده آمریکا که به تنهایی مثلا بودجه از او بالای 1000 میلیارد دلار هست مقابله بکنه و کشوری که 60% پول جهان در اختیار داره. پس بنابراین ما باید منتظر بمانیم و یک برمیگرده به مدیریت بریکس و یک بریکس چگونه میتونه اقتصاد درون خود مدیریت بکنه و چگونه میتونه اقتصاد بازار رو مدیریت بکنه و بتونه کشورها تشویق و ترغیب بکنه که از او سمت به سمت بریکس رجعت بکنن. خب طبیعه که کشورها همون قسمی که شما یادآوری کردیم هر کدام منفعت خود میبینن. عربستان سعودی هرگز نمیای ریسکی قبول نمیکنه که بازار پرمنفعت یا او نزدیکی که به غرب داره از دست بده به او پشت بکنه و بیای به سمت بریکس. بریکسی که مثلا کشور نیم شکست خورده مثل فدراسیون روسیه در عضویت داره، یا کشور فقیری مثل برزیل، یا کشور مثل آفریقای جنوبی، و یا حتی کشورهای مثل هند و چین که خود از نو بر به مشکلات عدیده ای رو برو هستن. همین امروز چین رو شما ببینیم، بر علاوه مشکلات آیمان مسئله نقض حقوق بشری و ده ها موضوع دیگر با جهان داره
حتی هندوستان با نقض حقوق بشری مواجه هست که بارها و بارها انسان رعایت نکردن حقوق اقلیت ها، نبود یک دموکراسی واقعی در این کشورها، اینا همه چیزهایی است که کشورها خب طبیعیه که هر کشور منفعت خاص خود میبینه و وقتی نگاه میکنه به سمت توازن طبیعیه که به سمت متمایل میشه که او سمت قوی تر هست از نظر سیاسی و اقتصادی. پس طبعا بلوک غرب به مراتب قوی تر هست از نظر سیاسی و از نظر اقتصادی، اما در آینده ها چرا ما میتونیم امیدوار باشیم؟ اما قسمی که اول یادآوری کردم از نظر تئوریک میتونه بس از اهداف از اینو با وجود که اهداف بسیار زیاد و بلند و بالا هست و یک تعداد از اینو فوق العاده بلند پروازانه هست، این میتونه با آینده ها برای اینا کمک بکنه. مثلا همین پول که اینا در نظر گرفتن که یکی از جمله اهداف اینا بوده که ما باید بدیلی در برابر دلار آمریکا داشته باشیم، خب بیایم سر از این فکر بکنیم که آیا واقعا چنین چیزی ممکن هست. مثلا آمریکایی که به طور مثال سویفتر در کل جهان در اختیار داره، مثلا نقل و انتقالات پول در اختیار داره و مثلا به صورت مجموع میشه بگیم که بازار پولی جهان را در انحصار خود داره، آیا این توان اینا به دست میارن که حداقل بتونن سویفتر داشته باشن، مثلا انتقالات پولی داشته باشن؟ تنها کاری که اینا تونستن در همین مقطع زمانی انجام بدن، دو کشور روسیه و چین در موارد در مبادلات تجاری تخشان از پول رایج خود دارن استفاده میکنن، از پول ملی خود استفاده میکنن، یوان چین و مثلا پول روسیه که هسته استفاده میکنن، از روبل استفاده میکنن. البته این هم نه به تمام معنا، یعنی به گونه اعتم و اکمل نه، تا یک حد استفاده میکنن و او هم دلیل این است که هر دو کشور در برابر تحریم های غرب قرار دارن. پس بنابراین این بسیار بسیار سخت خواهد بود برای اینها که بتونن پول های ملی خود را رایج بسازن به خاطر دیگه کشور. به طور مثال همین امروز چین با کشورهای دیگه که رابطه داره نمیتونه به کشورها برای اینا بگه که شما ما به شما پولش خود میدم یا مثلا شما پولای خود را برای بدید. خود چین از اون مقابل پول دلار آمریکا را از اون تقاضا میکنه، یا او کشوران به این ترتیب دلار آمریکا را تقاضا میکنن. حتی میبینیم که با وجود از اینکه اتحادیه اروپا 28 کشور بسیار قوی و قدرتمند با تمام امکانات سر پای خود هستند و پول قوی مثل مثلا یورو دارن، یا به طور مثال خود انگلستان کشور قوی که مثلا لیره استرلینگر داره، هیچ کدام اینا هم نتوانستن در مقابل دلار بیان رقابت بکنن و دلار رو پشت سر بگذارن. همین کشورهای اروپایی که یورو دارن یا روز انگلستانی که لیره استرلینگر داره، پوند استرلینگر داره هرگز نمیتونه که بیایه به جای دلار از پول ملی خود استفاده بکنه. پس وقتی یورو نمیتونه با او مقابله بکنه، وقتی پوند استرلینگ نمیتونه، پول انگلیس نمیتونه با او مقابله بکنه با دلار آمریکا، چگونه میتونه یک ارز جدیدی که هنوز ساخته نشده، هنوز فقط ما در حد تئوریک به او به سر ببریم و به گونه نظری داریم راجع به او فکر میکنیم، نام نداره، ساخته نشده و سرمایه گذاری بسیار قوی و پشت سر خود نیاز داره که بالای 1000 میلیارد دلار او هزینه به کار داره که حداقل مثلا پشتوانه اقتصادی یا ضمانت اقتصادی از او باشه که بتونه اندکی مقابله بکنه، کار بسیار سخت و دشواری خواهد بود. ولی به هر صورت همچنان که یادآوری کردم، خود بریکس همچنان که اهداف اقتصادی داره، اهداف سیاسی هم داره و اهداف اما استاد خسرویان میخوام در همین میان از شما یک سوالی بپرسم نسبت به همین بریکس، این که کشورهایی که عضو سازمان بریکس هستن منابع طبیعی بسیار زیادی دارن. ما عملا میبینیم که روسیه خودش غول گاز دنیا هست، از جانب کشورهایی که در کنار روسیه قرار گرفتن عملا اقتصادشان بیشتر بر مبنای همین منابع طبیعی هست، غولهای انرژی دنیا کنار هم جمع شدن. فکر نمی‌کنید این منابع طبیعی تأثیری داشته باشه بر روند رشد بریکس؟ ببینیم، چینی ها از این وضعیت موجود ناراض نیستن. وقتی روس ها تحت تحریم های بسیار بسیار شدید قرار گرفتن، وقتی کمپانی های معتبر جهانی از روسیه بیرون شدن و وقتی روسیه تا این حد پول از او تنزل پیدا کرده یا با رکود مواجه شده اقتصاد روسیه، این به نفع چینی ها بوده و چینی ها از این وضعیت بسیار دارن ماهرانه سود میبرن. یاد ما نره که چینی ها سیاستشان اقتصاد محور هست تا سیاسی محور، روی هر چیزی بیشتر فکر اقتصادی دارن تا اینکه فکر سیاسی داشته باشن. دو کشور رو به شما مثال میزنم، روسیه و خود ایران رو در نظر بگیریم. هر دو کشور تحت تحریم های شدید بسیار غرب دارن. از بازار این دو کشور کدام کشور بیشترین سود در میبره؟ خود طبیعیه که چینی ها هستن. چینی ها نفت و گاز از چین از ایران رو میخرن بسیار با یک هزینه کمی و بدون اینکه برای ایرانی ها دلار بپردازن
جنس میفروشن و یا جنس های بسیار گاهی وقتا پیش پا افتاده که اصلا حتی ایران به اون نیاز نداره، ولی ایران مجبوره که چون تل خود با بازار سیاه به چینی ها میفروشه، هر چیزی که چینی ها در عوض برد و بدن مجبوره که از اونا بپذیره. و به عین ترتیب روس ها هم کار میکنن. حتی جالبه که روس ها گاهن مواد سوختی خود یا نفت و گاز خود با 20% زیر قیمت جهانی مجبور میشن به چینی ها بدن، و اینجا چینی ها هستن که بیشترین سود دارن از این وضعیت میبرن. پس به هر حال از این آشفته بازار کنونی چینی ها هستن که بیشتر استفاده رو میکنن، در کنار از اون کشورهای فقیر هم میتونن همون قسمی که گفتم جز به اهداف از اینا توسعه یا کمک به جنوب جنوب هست که کشورهای فقیر و در حال توسعه و در حالی که کشورهایی که در وضعیت نامساعد اقتصادی به سر میبرن اندک سودی اونا میتونن از این وضعیت ببرن. ولی خب روس ها هم سعی میکنن از اون جایی که رقابت بسیار شدیدی با امریکا یا دارن، تحت تحقای بسیار شدیدی هستن، بسیار عجله دارن که پولی بیان سردار داشته باشن که بدیل دلار امریکایی ها باشه. اما خب چینی ها باز در همین مسئله یک مقدار محافظه کاری میکنن، چون اونا محاسبه خود دارن و میفهمن که خب اگر آنن بیان اقدام بکنن و چنین کار بیان قدم پیش بگذارن، از یک طرف نیاز به یک پول بسیار 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 سنگین با بالایی داره که طبعا باید چینی ها متقبل بشن با وضعیت خوب اقتصادی که دارن، که چینی ها نمیخوان این کارو بکنن، چنانچه شما دیدیم که ما اول یادآوری کردم وقت سرمایه گذاری میان 50 میلیارد دلار نصف از در نظر میگیرن. حتی همین چینی که قول اقتصادی دنیا هم هسته و وضعیت خیلی خوب اقتصادی هم به زعم همه ما و شما او داره، میای میگه که من هم 10 میلیارد دلار میدم، آفریقای جنوبی هم بعد 10 میلیارد دلار به ایبان سرمایه گذاری بکنه، یعنی پول بپردازه. خب پس ببینید عادلانه نیست کشور مثل چین هم 10 میلیارد بده و آفریقای جنوبی یا برزیل هم 10 میلیارد بده و روسیه هم با این وضعیت بعد اقتصادی که داره بیای 10 میلیارد بده. و تنها این دوستانی ها شاید این کارا میتونستان بکنن که اونها نکردن، به خاطر اینکه اونها هم بسیار محافظه‌کار و با احتیاط دارن عمل میکنن. پس همه کشورها حتی همین موضوع خود همین پنج کشور عضو هستی پیمان را که در نظر بگیریم، ضمن از اینکه اختلافات عدیدی میانشان وجود داره، اختلاف سلیقه ها هست، هر کدام اینها دنبال منافع شخصی خود هستند، دنبال منافع هستند که به خودت بیشتر سودی داشته باشه، پس بنابراین سعی میکنن که خیلی ریسکر نپذیرن. پس وقتی در میان خود همین پنج عضو اعضای هستی پیمان به حساب میان هنوز او اتحاد واقعی شکل نگرفته، پس مقابله در مقابل کل دنیا در همین مقطع زمانی یک امر تقریبا دشواره برای ما خواهد. بله، این مسئله نیاز داره که بیشتر هم واکاوی بشه. ما شرایط دنیا رو میبینیم که هر روندی تسریع شده و هر چیزی عملا میبینیم که ممکن هست فردا رخ بده و ممکن هست زمان بر باشه، هر چیزی ممکن شده، چون شرایط به سمت بسیار وخیمی پیش میره و اصلا نمیشه که به تحلیل و پیش بینی کرد. این یک مسئله هست که بسیار از کارشناسان به این واقفن. اما همین قضیه بریکس و کارهای اقتصادی که به این منوال و به این حجم هست و به این بزرگی در حال پیشرفت هست، قطعا زمان بر هست و کلام شما متین. صحبت ما در رابطه با افغانستان هم هست. بخش پایانی صحبت رو میخوایم به افغانستان اختصاص بدیم. افغانستان ارتباطات خوبی ایجاد کرده با کشورهای منطقه و جهان، ارتباطات بسیار قوی که همکنون ما میبینیم که حتی اگر پولی هم رونمایی میشه، اگر نوعی از پول یا مثلا نمونه ای از پول رونمایی میشه، اسم امارات اسلامی افغانستان در مرکز از او پول هست، بیرق افغانستان بر روی از او زده هست و این نشان دهنده یک سری از ارتباطات هست که افغانستان تونسته ایجاد بکنه. هرچند که افغانستان تقاضایی را داشت که نمایندگانش در کازان روسیه برن و در این نشست بریکس حضور داشته باشن، اما چنین موافقت صورت نگرفت. به هر صورت افغانستان و کشورهای نظیر افغانستان از نظام چند قطبی سود خواهند برد یا نه از نظام تک قطبی؟ طبیعتاً افغانستان و کشورهای فقیر دیگری مثل افغانستان در وضعیت موجود میتونن از این رقابتی که میان شرق و غرب به وجود آمده و شکل گرفته بیشتر استفاده بکنن. و یکی از اهداف بریکس هم همین هست که به کشورهای فقیر کمک بکنه. چه استفاده میتونه بکنه افغانستان های خسروی؟ در قسمت های زیربنایی، در قسمت های زیربنایی و مسئله مواصلات و حمل و نقل در همین راستا میتونن به افغانستان کمک بکنن، ایجاد راهن ها و ساختن میدان های هوایی و ساختن راه های مواصلاتی و امثال هم که از نظر ترانزیت بتونه کمک بکنه. اینها میتونه به افغانستان کمک بکنه، به خاطر از اینکه خب هر آن چیزی که همین کشورها خواسته باشن از یک کشور به کشور دیگه، خصوصا مثلا از آسیای میانه و از طریق روسیه به آسیای میانه و کشورهای جنوب آسیا و شرق آسیا انتقال
بکنن، افغانستان تنها مسیری که میتونه اونا رو به یکدیگر وصل بکنه. پس افغانستان میتونه از این وضعیت سود ببره، اما اینجا یک قیدی هم وجود داره، شرطی هم وجود داره که افغانستان همون ثبات سیاسی و امنیتی لازم رو داشته باشه و همون بسترهای لازم رو فراهم کرده باشه که این کشورها بیان در قسمت زیربنایی به افغانستان کمک کنن. یکی از دلایلی که در طی همین 20 سال گذشته و تا به امروز کشورها نیامدن این کار را انجام ندادن، فقط به خاطر او بوده که هنوز افغانستان او ثبات سیاسی و امنیتی لازم را نتوانسته کسب بکنه و او کشورها هم نمیخوان همچون ریسک بسیار قوی متقبل بشن. اول با آن هم چرا تا یک حد میان در قسمت های کوچک به افغانستان کمک میکنن و تا یک حد افغانستان از این سود میبره، اما او سود کلان که ما در نظر داشته باشیم و او چیزی که بر روی کاغذ نوشته شده و او چیزی که در تئوری وجود داره، او زمان ممکن مقدور خواهد بود که افغانستان او اعتماد و اطمینان کامل آمده باشه و داده باشه، نه تنها به بریکس و نه تنها به شانگهای و نه تنها به سازمان ملل متحد که در مجموع استقبال دنیا و مردم افغانستان بده، که در صورت که باز این کشورها میان پیش قدم میشن. شما ببینید ما برنامه های بسیار کلان دیگری داشتیم که هر کدام از اینا رو ببینید 10 سال 20 سال که طول کشیده، اما هنوزم به اون شکل شروع نشده. چرا شروع نشده؟ در همه اونها همین دغدغه های امنیتی وجود داشته، نبود ثبات سیاسی و اقتصادی لازم وجود داشته، به خاطر اینکه خب یک کشور میگه اگر من بیام به افغانستان سرمایه گذاری سنگینی رو انجام بدم، فردا اگر وضعیت افغانستان از نظر سیاسی تغییر کرد، خب بالاخره این مسئله سرمایه گذاری ما چی خواهد شد؟ پس بنان از ضمن از اینکه افغانستان یک سلسله تعهدات دیگری هم باید به جهان داده باشه. به طور مثال ما در خود اعلامیه پایانی بریکس 2024 دیدیم که با صراحت از طالبان خواسته شده بود که مکاتب دخترانه را از صنف 6 تا مقطع صنف 12 هم برای دخترها باز بکنن و اجازه بدن دخترها به دانشگاه برن و اجازه بدن خانم‌ها بیان کار بکنن و چیزهای دیگری از این دست. پس بنان تا زمانی که افغانستان اینها رو پوره نکرده یا امارت اسلامی پوره نکرده، باز هم وضعیت افغانستان تقریبا به همین شکل باقی میمونه. من تکرار میکنم که افغانستان میتونه یک عضو مهم یا یک جایگاه جیوپولیتیکی بسیار مهم برای بریکس باشه، برای اینکه بریکس اگر بخواد به اهداف بلند مدت خود دست پیدا بکنه، قطعا به کشورها یا مسیرهای مثل افغانستان نیاز داره. هرگز نمیتونه مسیر افغانستان رو دور بزنه. خب افغانستان جایی نیست که از دور بزنه، مثلا بگه که ما همین کار خود از طریق خاورمیانه انجام میدیم. نه، قطعا دیگه راهی وجود نداره، به خاطر از اینکه هم خاورمیانه به شرق و جنوب شرق آسیا افغانستان وصل میکنه و هم آسیای میانه و آسیای مرکزی میای به شرق و جنوب شرق آسیا وصل میکنه. پس به همین خاطر هست که اینها کوشش میکنن که افغانستان جزء پلان بعدی خود داشته باشه. و اینکه شما دو پولم یادآوری کردیم، خب اینا چیزایی که هنوز برو کاغذ میان عکسی کشیده میشه و اسمی هم گذاشته میشه، ما نباید خیلی به این چیزا خیلی سری دل خوش بشه، به خاطر از اینکه خب چون این برنامه های بسیار دراز مدت است، بسیار فکر به کار داره، اندیشه به کار داره، نیاز به سرمایه گذاری به کار داره، خب نیاز به این داره که خب بازاریابی بشه، نیاز به این داره که آینده نگری بشه، و زمانی که همه اینها برای اونها نتیجه داد، در اون صورت که باز کشورهای مثل چین، خصوصا که چین کشوری که بیشتر از همه این کشورها هم دغدغه اقتصادی بسیار بالایی داره و هم فکر اقتصادی بسیار بالایی داره، میای پیش قدم بشه. چرا؟ از این وضعیت روسیه خیلی میتونه سود ببره، به خاطر از اینکه خب پول ادو تحریم هست و هرگز نمیتونه با کشورهای اروپایی داد و ستد داشته باشه. حتی روس ها به این فهم که به صورت قطع باید روابط تجاری هم باید با غرب و ایالات متحده آمریکا نقطه پایان رو داده باشه، اما خب آیا این واقعا به نفع کشورها هست؟ آیا واقعا به نفع چین هست؟ آیا واقعا چین حاضر به چنین کاری میشه؟ که قطعا چنین کاری نمیکنه، به خاطر از اینکه بزرگترین بازار اقتصادی و تجاری چین تا به همین لحظه ایالات متحده آمریکا و غرب هست و هرگز نمیتونه اینا رو به اینا پشت بکنه، فقط به خاطر از اینکه روس‌ها رو از خود خوش ساخته باشه. یا به طور مثال وضعیت برزیل در اون جایگاهی نیست که بیای قطعا بیان همین چیزا رو دار بزنن، به خاطر از اینکه برزیل به یک جایگاه برسه یا آفریقای جنوبی یا یک کشور دیگه. پس به هر صورت ما باید منتظر زمان باشیم و این زمان هست که برای ما همه چیز روشن خواهد کرد. چرا؟ بازم یادآوری میکنم که جهان نه تنها دیگه به سمت دو قطبی شدن، بلکه به سمت چند قطبی شدن است که به نفع دنیا هم است، به خاطر از اینکه وقتی همه چیز در انحصار یک قدرت باشه، یک پایگاه باشه، خب طبیعیه که جهان از متضرر میشه و او میتونه سوء استفاده ها رو بیشتر بسازه. اما وقتی چند قطبی شکل میگیره، وضعیت چند قطبی به وجود میآید، میتونه زمینه رقابت های سالم رو ایجاد بکنه که میتونه سر نرخ ها تاثیر بگذاره، میتونه مدیریت و کنترل اقتصادی بهتری داشته باشه و میتونه برای زندگی مردم و خصوصا به کشورهای در حال توسعه و کشورهای فقیر و کشورهای جهان سومی کمک بیشتر انجام. بله، در لابلای کلام شما صحبت از شانگهای شد. سوال پایانی من هم به همین رابطه هست.
نزدیکی بریکس و شانگهای تأثیری داره؟ خب ببینیم، اینها هر کدام از اینا به خاطر به زعم خودشان، به خاطر نفوذ و مقابله با غرب ایجاد میشه، مقابله با غرب ایجاد میشه. خب شما دیدیم سازمان شانگهای هم داریم و در کنار از بریکس هم داریم، اما در سازمان شانگهای بیشتر کشورهای حوزه آسیای میانه، 4 کشور هستند و روسیه و چین و هند و پاکستان هم که فقط به خاطر موقعیت های ژئوپلیتیک و استراتژیک خود میخوان از این وضعیت استفاده برن. اما در سازمان بریکس باز که هست ما کشورهای دیگر مثل برزیل و آفریقای جنوبی و اینها رو داریم و بعضی از کشورهای دیگر هم که تازه تقاضای عضویت او کردن. و طبعا بین شانگهای و بریکس رابطه یا نزدیکی بسیار زیادی وجود داره، به خاطر از اینکه مؤسسین هر دوی از این در حقیقت بازم چین و روسیه هستن که میتونن با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشن. ولی به هر حال هر کدام اینها در به خاطر مقابله یا تقابل با نفوذ غرب و نفوذ ایالات متحده آمریکا انجام شده و که اینها راه بسیار درازی در پیش دارن تا بتوانن به او اهداف یا خواسته هایی که میخوان دسترسی پیدا کنن. بله، سپاسگزارم از شما دکتر احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه از آلمان. ممنونم از شما بینندگان عزیز که بیننده برنامه خبرگستر بودید. تا دیدار دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.